مدرک، مدرک گرایی، مدرک تحصیلی از دبستان شروع میشه، متوسطه اول، متوسطه دوم، دانشگاه میرسی، تحصیلات عالی تمام میشه، استاد میشی. یعنی این مدرک حاصلش میشه به اینکه به شما بگن استاد. ما توی این برنامه دعوت کردیم از یک عزیزی که همه تقریبا مردم به استادی ایشون اعتراف میکنن، یعنی استادیه برای خودش، و اون کسی نیست جز علی آقای استادی. علی آقای استادی عزیز دلی. چطوری علی آقا؟ قربون شما عزیز دلی. استاد شما چند سال استاد هستین؟ ما از دیرباز بودیم دیگه. از سالیان خیلی دور؟ بله بله، چون ثبت احوال حالا خواستید، کارت ملی هم دارم. یعنی چی؟ آها کارت ملی. بله بله. آقا من که دیدم. آقا من که میدونم. من که میدونم. علی آقا من میدونم. نه یه ده. ببینم. نمیشه میشه بار ببینم. گم میشه. آها میخوام ببینم. گم میشه. دو چند بار گم شد. استادی از دیرباز. از استادی. همه پس نسل اندر نسل شما استاد بدین. بله. یکی از چیزایی که شما به دنیا میایین اینه که همون لحظه اول برای رشته تحصیلی برنامه‌ریزی می‌کنی. یعنی شما حتما به دانشگاه برین. برای که استاد بشین دیگه. والا آره دیگه نمیدونم. الان موضوع برنامه چیه آقا؟ موضوع برنامه‌مون همین مدرک و این چیزاست دیگه. مدرگرایی دیدی بودیم اون موقع که مثلا کوچیک بودیم میگفتن بابا آب داد، بابا نان داد، قهوه یا چای؟ من چاییم. چایی که نداریم؟ مرسی. قهوه چی؟ به همون موزو بخورم. علی آقا متوزه از یه پذیرایی از شما کردیم اومدی به استودیو. نه از این که به من گفتن دو سه دقیقه‌ای حالا یه داره. بفهم آقا مگه دو سه دقیقه‌ای؟ مگه اصلا تیزر تبلیغاتی که نبود برنامه است؟ بفهم آخه نمیدونم. یه دقیقه ما با باش باش بریم. علی آقا عجیبا. خب آیه استادی عزیزم، عزیز دل، چی شد بازیگری؟ یه خورده رفقای باب و اینا. نه خب از نوجوانی اصلا بهش فکر میکردی یا اینکه مثلا از اونایی بودی که رفتی برای پزشکی کنکور بله دادی بله. بعد دیگه مثلا بازیگری قبول شدی گفتی اینو میخونم دیگه؟ نه اصلا تو مرام برای بچه جنوب شهر اصلا مال کدوم منطقه شما؟ من داراباد میشینیم. بله. ولی اتوبان امام علی و انتهاش بیا شهرره. شهرره به به، پس اهل شهرره. بله. چون شهرره بله. که بچه نداری ماشاءالله. بله. اونجا همه مردن درجه یک. درجه یک اساسی. خب بعد چی شد گفتید؟ چی شد که تو مسیر بازیگری افتادی؟ واقعیتش حسین جان اون زمان ما برای بچه های نوجوان خیلی پویاتر بودن، فعالتر بودن. بیشتر وقتمون بعد از مدرسه و این قصه تو کوچه ها و خیابون ها و این چیزا میگذشت و همبازی زیاد داشتیم، چیزی که الان به نظرم بیخود کمرنگتر شده تو خانواده ها. رفته رفته اون موقع هم مراکزی بود مثل کانونهای فرهنگی تربیتی تو منطقه؟ تو منطقه بله. خدا رحمت کنه استاد کریم اکبری مبارک کرد، خدا حفظ کنه آقای مجید بهشتی و حتی جناب آقای چمشی. این عزیزان تو اون کانونها با حالا تبعین سیاستهایی که اون زمان بود آموزش نمایش و تئاتر و کلاسای اینجوری داشتن. حالا تو اون بخش هم یه سری کلاسای دیگه بود، سرود بود. اون زمان که شهدا رو می آوردن یکی از مراسم ماه ویژه‌ش این بود که ما سرودم بتونیم بخونیم اونجا. خدا رحمت کنه شهید زندی و داوود زندی، احمد زندی، خیلی از عزیزانی که زمان. آره واقعا اون کانونه پایه و اساسش خیلی درست حساب میشه، چون افرادی که تو اونجا با شما هم دوره بودن بعدها شدن بدنه اصلی بله هنر سینما و تلویزیون تئاتر. از کانون هور که سردمدارشون به نظرم سید جواد هاشمی. سید جواد که اصلا اونجا کار تدریس هم میکرد. بله همه کار میکرد، یعنی همه کارهای خوب. سید بالاخره هرکی باش دو واحد پاس نمیکرد نمیشه. چون سید جواد واقعا این پتانسیل رو داره. هنوزی که نمیدونم حالا طیف های رنگی به ریش و سیبیل و اینا. نه بهش گفتم سید خیلی از خودت مراقبت کن، سلامت باشی. آره ما جنازه همون زمین نمینه. سخن بر <بره. تصفيق>
آیا استادی حتما برای شما پیش اومده؟ برای ما نه، برای شما پیش اومده، بیشتر برای شما پیش اومده که مثلا یه نفر بیاد میگه آقا من خیلی بامزم کارهای هنری انجام میدم، شیرینم تو خانواده، شبو میشم. این که شما یک نفر در رشته ای که دوست داره، علاقمنده، حالا یه کوچولویی هم تجربه داره، تجربه کرده، مثلا چه بچه که اومده چطور فیلم بازی کرده، این مدرک تحصیلی چقدر میتونه توی وجهش، توی کارش و توی آینده هنریش موثر باشه؟ بی تاثیر نیست دیگه جان رفی، یعنی اون علم رو یاد بگیره دیگه. بله، یعنی اون قوه درونی و ذاتی که داره، این با طی کردن دوره دانشکده و اون دوره‌ای که بالاخره میگذره، این بیشتر به فعل در میاد دیگه، بهتر میتونه و کاربردی‌تر و تکنیکی‌تر اونو به کار ببره دیگه. به نظرم خیلی مثمر ثمره. این مدرکه مهمه واقعا یا مهارت رو باید داشته باشی؟ تو امانه دیگه، یعنی اگه یکی مدرک داشته باشه ولی میگه آقا من مدرک بازیگری دارم، میتونه بازیگر خوبی باشه؟ نه، چون که واقعا هنر چیزیه که باید ذاتی باشه، اکتسابی مطلق نیست، باید ذاتی باشه و واقعا طرف تو سرشت و وجودش باشه، یعنی اصلا اتودای مختلف رو بتونه انجام بده تا دلت بخواد، تا دلت بخواد. گاهنم خیلی هم چیز نیست که همه اتودا رو مسلط بهش بشه، ولی حداقل اون ذات آرت یا اون آن هنری رو اصطلاحا داشته باشه. اهل فضای مجازی هستی؟ اهل فضای فجازی هستم. فجازی هستی. حالا عجیب ترین شایعه‌ای که برای تو این فضا به وجود اومده یا شنیدی چی بوده؟ عجیب. اصلا شایعه دور و بر زندگی تو هست؟ واقعیت میخوام باشه ولی کمتر هست. نه واقعا میخوام ببینم شایعه فقط... چیزی خوندی یا مثلا میگن علی استادی از ایران رفت؟ علی استادی نه، خدا رو شکر تا این حد نه، ولی همیشه برای خودم و همسرم جالبه. گاهی موقع حوصله‌مون سر میره، میریم تو گوگل میزنیم مثلا علی استادی و همسرش، یه خانم دیگه ای میاد، بعد نگاه میکنیم بعد میبینیم کسی دیگه. میری تو گوگل با خانمت میشینی دنبال چی میگردی؟ چه کسایی مثلا من با چه کسایی ازدواج کردی؟ نه، منظورم اینه که یه عکسی چاپ یه چی علی چی بگیم حوزه نکنه دو دقیقه بذار چندی بریم چون گوگل زدیم دیم یه خانوم دیگه اومد برادا، گفتم خانوم این جایی؟ گفت نه. خب ببخشیم میره تو گوگل نگاه میکنه خانومش. نه میرم میگم که خانوم این دیگه نه این کیه با من تو میخواد عجب نوانی نفسم بالا میاد. اگه برگردی به عقب، یعنی دور برگردی به اون دور نوجوانی، دوره همین کار رو ادامه میدی؟ آره دیگه، چون بالاخره دوستا که همون هرچی فکر میکنم بازم باب نشدن و این رشته هم که تا دلت بخواد دوست دارم دیگه. گوشید که روشنه؟ بله بله. من میخوام تو گوگل یه جستجو بکنی درباره بچه ها بپرسم ببینم بچه ها تو میدونی چند تا بچه داری؟ همونا. همونا؟ بله. گفتم چون همسر تو میری گوگل میگردی شاید بچه ها رو هم باید بگردی. بیا بیجا منم شما. چند تا فرزند داری؟ دوتا دست بزن. آه دوتا فرزند دارم. دوتا فرزند؟ ایلیا و بردیا. دوتا آقازاده گل، پسر گل. میبینم بچه ها شما رو خونه؟ بله، یعنی منزل مثلا همش سر کاری ماشاءالله بزنم به تخته. نه بابا عزیز، نه انقدرم حاد نشده. چرا یه چند وقت پیش اگه با زور مثل اون گوگل نشه، من رفتم خونه و اینا، بعد یه خود دیدم بچه ها تو اواجاجن، یعنی یه خود شک برنگی تو یه جایی که ناشناخته تو یک اواجاج تو یک فضایی هم نگاه، تو یک فضایی گنگ ناشناخته هم من یک خود دروبرم رو نگاه کردم اینا، بعد ایلیا به مادرش گفتش که ماما یه عموی چیه؟ یعنی اینقدر خونه نرفته بودی؟ آره اینقدر نرفته بودم که من یه طبق خودم پایین برم. شاید با گیریم رفته بودی؟ نه نه، گیریم و ناگیریم هم به قول خیلی از دوستان همینه، ولی منظور اینه که حالا این دیگه اغراق شدهش بود. واقعا گاهی موقع من خودم هم یادم میره که برای بچه ها الان چه مقطعی دارن تحصیل میکنن. این همه تیپ سازی، تنوع نقش،
اینا از کجا میاد؟ ذاتیه؟ تو خانواده کسی مثل تو هست؟ نیست؟ بین برادرها، خواهرها؟ اون عشق و علاقه‌ای که من به این واقعا هیته دارم، از شما بزرگانم یاد گرفتم حسین جان، اینو بدون جدی میگم، اینو علاقه همیشه منو تشنه این کار میدونه و همیشه دنبال این طلبگی هستم که کاراکترهای مختلف، نقشه مختلف رو تجربه کنم. هیچ وقت برای من کهنگی این کار نداره. به هر حال ما که با هم رفیقی، ما میدونیم که سال گذشته برادر عزیزت هم از دست داد. روح برادرت هم شاد. چند خواهر برادری که برات هستن؟ والا ما 8 نفر بودیم. حالا بیشتر بودیم، چیزایی که حالا چی صحبت می‌کنی؟ شوخی کردم؟ نه. خب بیشتر بودیم یعنی چی؟ شنیدم بیشتر. خدایا. هشت نفر بفرمید. خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، 8 نفر بودیم، 5 تا برادر دیگه که یکی را دست دادیم. بله بله، خدا رحمتشون کنه. علی تو کدوم کاری دیده شدی؟ علی تو چند نفری؟ من یک برادر و 3 خواهر دارم. خدا چرا الان اونجوری گفتی؟ نه آخه گفتم ما خانواده قدیمی اکثرا دقیقاً 4 تا میرم میپرسم. برو بپرس، ما همه چی داشتیم، خاله عمو دایی اینا رو داریم. آره بچهای جدید مثلا نهایتا یه عمو یا یه دونه عمه یا یه خاله داشته باشن، ندارن خیلی. دایی هم مثلا خیلی به ندرت میشه. بعد شما تو کدوم کار خیلی دیده شدی؟ من هنوز دنبال دیده شدم. نه خب کار زیاد کرده بودی، ولی یه کاری که علی استادی اومد. والا نمیدونم من. خودت کدومو فکر میکنی؟ سکوی، همه ما یه سکوی پرتاب داشتیم دیگه تو کارامو. من کارهای مختلفی کردم، ولی اخیرا میگن که مثلا تو یک جایی که شوخی جدی به لطف فضای طنز دیده شد. آره به لطف خدا و محبت شما دوستان عزیزم. قدیمی فکر کنم توی برنامه جوکره یه شما خیلیمون بود تنزه. البته اون سریال آزادی مشروط هم شما اخجالت من در اومدین اختیار داری قربونتون برم. آره اون قرار بود، واقعیتش اینجا بگم، برای اولین بار 30 قسمت بود، ولی انقدر دیگه عزیزان مثل شما و خودمون اینا 24 قسمت اضافه شد. اولاً که آقا بهروز لباسش مناسبی بود. چی پوشیده مگه؟ همینی که می‌بینی پوشیده. ثانیه. به قول اصلاتون. کی آقا؟ اصلاتون. اون افلاطون چی میگه؟ یه دونه فیلسوف دیگه حالا این همه فیلسوف دنیا هست. ایشون میگه که هر قابلمه‌ای برای خودش صاحب داره. علی آقای گلم، سوال کوتاه میپرسم، کوتاه جواب بدیم. مثل چهره‌های معروف سینما تا تلویزیون شما کارگردان بودی، به یه نفر می‌خواستی نقش بدی، کی میتونست باشه؟ من کارگردان کی باشی؟ کارگردان بازیگری مثلا مثل سعید آقاخانی. یعنی کارگردان سعید باشی؟ بله بله بله. بهرام توکلی خیلی هم خوبه. آره جمشید محمودی. نقش مکملت؟ مکملم که باشدترم فراد هستن. با فراد هستن. بازیگر یه نفر باشه، حالا با کارگردان‌های زیادی کار کردی، دوست داری برای کی بیشتر بازی کنی؟ همیشه غافل میکنه آدم سر صحنه محمد حسین مهدویان. آی مهدویان چه سوالیه برای رفیق من گذاشتی؟ سر یکی بخوای کلا بذاری، سر کی دوست داری کلا بذاری؟ علی مشهدی. سر علی منم آره. هستم اونو آره. با هم سر شما بذاری. ولی اگه علی این قصه تو نبی میخوای من علی سر تو آره. کلا بذاری. اول به من بگو تو اصلا دانشگاه رفتی درس خوندی که استاد بشی بهت بگن استاد؟ چون من... فامیلی دوستادی بود؟ نه واقعا خیلی دیگه الان دوست داری بیشتر بهت بگن استادی یا استاد یا والا به نظرم یه زمانی مود بود کسایی که اتفاقا بی استعداد بودن و کاری از دستشون بر نمیمد یا سوتی های زیادی میدادن گفتم استاد. حالا نمیدونم منظورتون این بود، سر شوخی رو باز کردید به من. نه خیلی یادم اول که با هم آشنا شده بودی یه بار به شما گفتم که علی آقا گفتی بگو آقای استادی که دهن دادت کنه، بعد هی در ادامه میگفتی به من استاد. سر کلاس بود که الان که کلاس نیستی خیلی راحت من غلامتونم. آه من الان خواهم به عنوان دانشجو هنرجو در مقابل علی آقای استادی شما. تست بدم. نفهمید آقا. و این تست رو توی این بخش ما داریم، یعنی که آقای استادی
در نقش یک استاد سختگیر باید باشه. درست. البته بودینو هست عزیزی شما دیگه... قربونت من خب. همیشه شاگرد شما. فقط اینو به من بگید الان من چیکار کنم. شما الان باید بگید من چیکار باید. عزیز دلیت. بیستم بشینم چیکار؟ نه عزیزی. در بیام تو. نه نه. بخوا تو اتاق شما باشه من بیرون بیام تو. حجیب چطوره؟ شما چه بهتر براتون بهتره؟ استاد دانشگاه و الان خب... من یاد یه اساتید خیلی خبره و دوست داشتنی افتادم که استاد بیانمون بود. بدن و بیان داشت کار میکرد. بدن و ایما و اینا رو کمتر ولی چون که تخصصی دیگه خیلی رو بدن شما قوی بودی بیانو داشت. حالا برای دوستان توضیح بدیم بدن و بیان یعنی که زبان بدن یعنی اینکه بازی بله خوب بودیم ولی تکلم دیالوگ گفتن رو با ایشون کار بله بله خب؟ که شما از اون نمره نگرفتید به نظر من اون استاده هستم شما من بیام توی کلاس یا تو کلاس باشم شما اومدید تو کلاس دیگه الان یا بیای تو کلاس بیام تو کلاس در بزنم بفهم. یا در باز بیام بفهمید بفهمید استاد اجازه است بیام تو استاد سلام علیکم سلام استاد من 75 گرفتم اگه میشه برای من کاری کن 25 صد اون به من بدین که من با من کلاس داشتی؟ بله چرا 75؟ آقا نمیشه باور کنید بابا نمیشه چرا؟ آخه ببخشید ببخشید استاد من شما تمرین کردی الان اومدی؟ استاد من همه اتودای شما رو زدم ولی شما به من گفتی بیانت مشکل داره مشکلی نیست سریع سیر و سبه رو بگو سیر و سبه ببر ببر پیل سیستر سیر سیست کن سیر سیر کن تبر از سیر سیستر تونتر بگو اصلا نگفتی که من میگم تونتر بگو 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 تیر و تبر ببر ببر سیر و تبر ببر نمیشه 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 خدا نمیشه چرا نشه من نمیدونم خدای کمکم کن شما بگو آقا ممنون بل عیسه قدرت نشسته استاد آقا الان شما خودتونم بیانتون مشکل داره خب من سالون اصلی شاشر میرم از داد کجا سالون؟ سالون اصلی شاشر سالون اصلی شاشر کجاست بفهمید بیرون شما همه هشت و استاد من با همون 75 راحتم برموشش کنید شما آقا دست به افتقار شما خدا حفظت کنه علی خدا حفظت کنه نه باور کنیم ما حالا شما ها نگاه کنید ببینید من توی سریال در مقابل آقا که هر 5 دقیقه یه بار یه دونه میزن تو گوشه من چجوری باش کار کردم نه فهمید دستم بشکنه نگید حسین من اولین باره که توی این برنامه اگر شما اجازه بدید یه دهن بیام بخونم بابا ما تو کار خودمون رو حلقاویز کردیم تو نمیخونم اصلا نمیدونم اینقدر این برنامه آقا شما یه دست به افتخار علی آقا بزنید برنامه مدار بسته چه برنامه ای علی آقا دم شما گرم تو کدوم دستگاه انشالله؟ همون شور شور میفرمید بفرمید یه شور تو تئاتر که زیاد خوندی؟ آره نه نه تو تئاترم همسرا بودم گروه کور ولی بودن. تک خون نبودی آره تو 50 نفر اون تقام میکنم ولی تو دوره نوجوانی تو گروه سرود بودی آره تو گروه سرود بودم الان میخوام بشکنم اون فضا رو یه دهن برای شما میشه بخونی بعد ما رو مونتاژ روش موسیقی بذاریم اگه موسیقی رو بشنوم خب خیلی تاثیرش بیشتره اگه مقدور است اگه نیست که من همون یه دهن رو بیام از دست ای کاش من این پیشنهاد نمیدادم بخونم یه دهن بیام اولین بار حسین جان به حرمت خود شما برنامه وزینتون من یه دهن میام استاد این آب ببینید اون درجه مورد نظر هست 3 درجه بالاتره ولی شپنه؟ من نمیدونم آی خدا
حله؟ نه بفرم. این چی بود؟ یه دهن بود؟ بابا بله کنه همین بود. علی میدونم سخته ولی این بخش ها اگر امکان داره من سوال میپرسم کوتاه جواب بده. چشم سخته ولی ما میتونیم. ما میتونیم فردایید ما پسش برمیم. فیلم مورد علاقت؟ حرفه‌ای لئون. بهتر کارگردان خارجی؟ به نظرم هیچ کار. کارگردان ایرانی؟ به نظرم کاهانی. آی کاهانی. بهترین بازیگر مرد ایرانی که باش بازی کردی؟ یه سریالی بود با حمید آذرنگ آرماندو ولی کل کارا رو کار ندارم ولی با آقای آذرنگ. بهترین بازیگر خانم ایرانی که باشون بازی کردی؟ خانم لیلا حاتمی. خانم حاتمی. بهتر سکاسی که بازی کردی؟ به نظرم تو لاتاری بود. بهترین سفری که رفتین یا جذابترین سفری که رفتین کجا بوده؟ با خود شما خیلی خوش گذشت و امیدوارم بازم تکرار بشه. آره کربلا بود رفتیم. کربلا رفتیم اربعین. خیلی خوب. خیلی خیلی. آره قسمت شه انشالله بازم بریم قسمت همه بیننده ها بشه. جذابترین سفری که گفتین طرفدار کدوم تیم هستین؟ اینا میتونم نگم پرسپولیس؟ میتونی نگی ولی خب یه کری بخون برای استقلالیا. کری ندارم همین پرسپولیس بسه. خب نه همین پرسپولیس. همین آره. خب شما وقت دوتا ستاره دارین؟ 100%. کجاست؟ تو آسمونه. قراره بگیری. نه ولی واقعا کری میخونی؟ پسرات چی؟ نه اونا هم خوشبختانه اول چی بودن توبه کردن اومدن پرسپولیس. خب این الان کوریشو گفتی دیگه. بله بله کوریشو گفتی پس پرسپولیسی هست. بازی بوده از پرسپولیس بری که برات خاطر انگیز بود؟ نه اصلا نه همیشه از دور حامی پرسپولیس بودم. با مزه ترین بازیگر ایران دیگه به نظرم ببین اونا میدونم جنسشون یکم خورده داره این سوالا رو میپرسن چون تو همه رفقاتن همه باشون رفیقی سخته برای دیگه که آره بعد فرمی یا من نبودم اون آره بود دیگه آره اون یکی بودم ولی بگو دیگه حالا یکی دیگه آرزه عطاران به نظرم آقای عطاران که واقعا درجه یک یه لطیفه بیمزه بگو خیلی بیمزه است همه جا میگی آره یکی گفتش که داشت اتو میکرد رفت دکتر دید صورتش درب داغونه این ور صورتش بعد گفت چی شده؟ گفت والا داشتم اوتو میکردم یه دفعه تلفن زنگ خورد گوشی رو برداشتم اینجوری شد. بیمزه گفتی بگم دیگه این دیگه بیمزه ترین نه دیگه اصلا تو کمرمو شکستی دیگه بیمزه ترین با بچه های بازیگرها خب تو میدونم با همه رفیقی و با همه هم تلفن رو برمیداری اول شوخی و تنز و اینا داری با کی بیشتر این بازی رو داری؟ عباس جمشیدی زنگ بزن به عباس والا الان عباس یعنی بگیرم عباس الان دیگه بیدار شده دیگه عباس یک به بعد بیداره آخه این یه خود چیزه بعد خواب بشه بعد خواب بشه کلامات خوبی انتخاب نمیکنه گوشی روی بلنگو بله بله یا خدا صدای گوشیتون زیاد میشه سلام عباس جان خیلی مخلصه عباس جان خوبی یه خود آرومتر باش بالاتر بگی گوشت بالاتر این با... خدمت حسین آقا رفیعی هستم عباس جان حسین را خیلی سلام برسون عزیز دلم عباس جونم خوبی قربونت برم آبروداری کرد چه قشنگ حرف میزنه عباس جان خوبی الحمدلله سلامتی بگو چیه داستان جونم علی جان خودت که خوبی خودم خوبم ادامه نده چرا خودم خوبم دیگه خودم بگو عباس جان برنامه ضبط برنامه شبکه دو مدار بسته است صدا بله. تو بلنگوه بله 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 نه یعنی گفتم بدونی میدونم تو مشکلی نداری یا ما برای خودمون گفتیم نه کلم در رابطه با علی چون که خب برها خب هممون میدونیم برها عزیزه چی رو میدونیم عباس جون بگو واضح بگو چی رو میدونیم و هر حال خب آقای استادی خب هممون برها میدونیم که چه؟ بچه کجای تهرانه و برحال خیلی من داراباد انتهای امام علی ری چه مشکلی داری؟ نه 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 تو همیشه مثلا بابا اینا چطورن؟ خدا رو سر زا مرتبه شد مادر اینا همگی خوبن؟ خدا رو شد خدا رو سر زا مرتبه شد خدا رو شد
شما چطور هم برادر؟ همگی خوبن. همگی خوبن. همیشه به تو دوست دارم بگم برادر، خودت هم میدونی. عباد شو یه دونه لطیفه شما تعریف کن که بشوره. من نگفتم به این زنگ نزنی، به بیژن زنگ بزنی. یه لطیفه تعریف کن که بشوره، یاد رفیق بگیره. هنوز بعد 20-30 سال رفیق نیست؟ دادا، حسین من لطیفه اونجوری بلد نیستم واقعا. ولی یک خاطره میگم از آقای استاد. خوبه، خوبه، خوبه. آقا عباد جان کار نداری، خوشحال شدم. خوبه، نه خوبه. بذار قطع کنیم. سر فیلم برداری بودیم، من به همراه آقای عمر حاج عبداللهی. ما به علی گفتیم که علی جان باشه عبدالعزیز، ما گفت نوکرتون هم هستم و فلان اینا. گفتم آقا شنیدیم اینجا کبابای خیلی خفنی داره و اینا. آره کباب تا اینجا به قرآن. ما رو ورداشت بود تو محلشون، یه محله ای بود. من هی هم گفتش که آقا هی نمیدونم بیشتر بخورین، به جای دو تا سیخ تا بخورین و چنجه بگیرین و کوبیده. نه فقط ما هی گرفتیم گفتیم حتا مهمونی سه تا سیخ تا تش هی کار. علی پاشد رفت و فکر رفت حساب کنه، بعد خوردیم و اینا اومده دیدیم علی اصلا نیست. اومده بودیم آقا نه من رفتم جای ماشین رو ببینم درست پارک کردم یا نه، که علی رفت. متوجه این الان گفتی زور با هم بریم کباب بخوریم اینه؟ خیلی خفنی تارفش عبدالعظیمی عزیزم. نه من واقعا ماشین رو جای بدی پارک کردم، یه دفعه بعد غذا فکر کردم ماشین رو کجا گذاشتم. خب چرا رفتی؟ خب آقا اصلا عیبی نداشت میگفتی ما کی حساب کرد؟ آبا سو حساب کرد یا هومن؟ هومن حساب کرد داده. خب تو هم که اینه علی هستی که نه خب آقای علی آقای گلم عزیز دل، یه چند تا سوال داریم که این سوال ها رو شما خیلی کوتاه کوتاه جواب میدین انشالله عزیزم. و ما متا این سوال همون یه خود داستان داره. چی شده؟ اون راستی داستانی داره، اشکالی که نداره. نخه اجازه بدید. از اینا بچگی یادت میاد؟ بله 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 بله، هوشیار و بیدار یه برنامه بود بازی میکرد. تو محل همه جا بود با دنیا رو نوشابه بازی میکرد تو شهر بازی ها. این میزنیم اینجا، این الان اینجوری شما نگه داریم. بله 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 بوق نزنه. بله من سوال میپرسم، شما در حال سوال جواب دادن حالا برو دیگه، من سوال ها رو میپرسم. آره حالا یا سوال یا کاری بعد انجام بدین. بعد شما یه دیالوگ رو با 5 تا حس بگین. بله شما دیالوگ اینه: پدر یعنی عشق، لطفاً جنگ نکنید. با حس غم بگو. چی؟ یه بار دیگه بگو. پدر یعنی عشق، لطفاً جنگ نکنید. این جمله بهتر از اینه. حالا بگو دیگه، من مسابقه بله. است. بگو. چش چش. با غم. پدر یعنی عشق، جنگ نکنید. با شادی. پدر یعنی عشق، جنگ نکنید. با خشم. پدر یعنی عشق، جنگ نکنید. با ترس. پدر یعنی عشق، جنگ نکنید. خونسا. پدر یعنی عشق، جنگ نکنید. تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر. تیر و تبر ببر ببر تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر. گو تیر تیز کن تبر از تیغ تیزتر. حالا شاد بگو. تیر و تبر ببر ببر پیر تیزگر. گو تیر تیز کن تبر از تیر آقا تیزتر. آقا شما علی چقدر اعصابت خوبه، باری کل نه بابا. یه دست افتخارش بزنید. جدی؟ داری بر میگردی؟ یه بار بعد میرفتی خوش شد اومد ببر خونه. نه اینو جدا کنیم که نه، ولی واقعا با اختلاف تنها کسی بود که با کمترین رفت. باور کن جدی آخه یه بار یه افتخارش دست بزنید. قربون بابا عذیتمونه اگه بشین نقدان حساب کنیم. بله علی آقای عزیزم، اراده دوست گل من، قربونتون. علی دیدی یه جایی میری توی یک مکانی، یک محلی، لوکیشنی و احساس میکنی که مجهز به دوربین مدار بسته، رفتار تغییر میکنه دیگه، درسته؟ تا حدودی به حال جمع جور میشه. این حس رو همیشه تو زندگی داشتی که ممکنه یه دوربینی همه جا باهات باشه و همین رفتارتو ببینه؟ و اگر این حس رو داشتی چقدر رو رفتارت مؤثر بوده؟ والا ما یه اصطلاح بازیگری داریم میگیم چشم سوم، یعنی یک کاراکتر همیشه باید سر صحنه و موقع بازی جلوی دوربین و جای دیگه حتما یه چشم سوم ناظر خودش باشه. اینو من تداعی اون قضیه میکنم، با خودم فکر میکنم که همیشه
کسی فراتر از این دوربین های مدار بسته است. ای کاش میشد اینو بنویسیم که همیشه ناظر و حاضر دوربین خداوند تبارک و تعالی رو زندگی ما و همیشه ما رو فالو میکنه، ما رو دنبال میکنه. واقعا بدون اشعار همیشه تو ذهنم بوده و هست. اونجوری نیست که فکر کنی بزنی و در نه اصلا یه جا بالاخره بله. کتاب داره 100% این اتفاق به شرفت. البته اینو با این دلیل میپرسم که شاید بیننده ها دوست داشته باشن، من که میدونم تو رو، خصوصیات اخلاقی تو، رفتار تو، خانواده تو، من که چقدر دل پاکی داری، چقدر اعتقاداتت قویه و خدا باز هم اینجا جا داری که روح برادر بزرگوار قربونتون برم همه رفتگان خدا شما. عزیزان تو برات نگه داره، سایه بر سر بچه‌ها باشه، خیلی بزرگواری کردی کوچیکیشون عزیز دل. یه عکس خوشگل هم هم اندازیم علی جان. آقا مخلص من با کمال باور میشه آرزوم بود یه روز با تو عکس بندازم. علی حسین جان ما که عکس مختلف داریم تو صفحه، این عکساست که میمونه عزیز دل. یعنی من هیچ وقت یادم نمیره کوچیک بودم میبادم جلوی در ورودی صدا سیما از تو امضا بگیرم. الان اینجا کنارم داریم عکس میندازیم. دستمون نندازیم. دنیا جای غریبیه. من شما اراده حالا یه چیزی برات شگفتانه تر داره. سلام علیکم. سلام. گروه بزنم. گروه. دکو این کارو بابا. این چیه باشه که بابا. خدا خیلی خوب. آبرو داریم بابا. علی عزیزم دمت گرم، خیلی خوش گذشت. اصلا ما نفهمیدیم عزیز دلید. بریم من تو دمت دستم. بفهمید آقا. خیلی لطف کردید. من خیلی لطف کردید. قربونتون. خیلی کردم.